ادامه برنامه یسر ریوا هست و سپاسگزارم از این که بیننده این برنامه هستین. در حال حاضر جناب آقای عبدالله فیضی ماستر روانشناسی بالینی در کنار ما هستند. به ادامه سلسله موضوعات و برنامه هایی که در گذشته داشتیم با جناب آقای فیضی امروز همچنان با ما هستند و اینکه امروز چه مواردی بیان خواهد شد در برنامه و روی چه نکات بحث میشه از زبان خود جناب آقای فیضی خواهیم شنید. خیلی خوش اومدین به برنامه، وقت شما بخیر. سلام علیکم، سلام درود بر شما و بر بیننده های خوب ما، سلامت باشیم. بحث امروزی ما دقیقا ما این هفته قراره که یک برنامه مقدمه‌ای داشته باشیم، یک بحث مقدمه‌ای داشته باشیم درباره فعالیت هایی که قراره که در جریان سال آینده ما کار بکنیم. و خیلی خوشحال هستم در ابتدا که بعد از وقفه رمضان ما تونستیم پس دوباره برنامه ها رو شروع بکنیم و این برنامه ها انشاءالله که یک نقطه شروع خوبی باشه تا بتونین بیشترین معلومات رو بتونین برای هموطنا ارائه بکنین و کسایی که بیننده هستن و میبینن برنامه رو. دقیقا بحث هایی که ما قرار اونا رو ادامه بدین و کار بکنین بحث های موضوعات روانشناسی هست و همچنان روی سلامت عمومی یا سلامت روان قرار کار بکنین. دقیقا این بحث ها بحث هایی هست که هر فرد در جامعه نیازمند از این هست که این بحث ها رو بفهمه و اینا رو در زندگی تطبیق بکنه و تطبیق کردن بحث های روانشناسی و موضوعات روانشناسی میتونه زندگی ها رو تغییر بده، میتونه یک تغییر مثبت در زندگی بیاره و میتونه یک گام مثبت در زندگی هر فرد باشه برای اینکه بهترتر زندگی بکنه. و از آن جایی که این بحث ها میتونه یک اهمیت ویژه‌ای داشته باشه و میتونه که نیاز هر فرد در اجتماع باشه، ما کوشش میکنیم که روی این برنامه بیشتر کار بکنین و این برنامه رو بیشترتر توضیح بدین تا باشه که هر بیننده از برنامه هایی که ارائه میشه و از معلوماتی که ارائه میشه بتونن به خوبی استفاده بکنن و اگر در زندگی اونا کدام سوالات درباره بحث های روانشناسی باشه و موضوعات روانشناسی باشه از طریق این برنامه ها حل میشه. بسیار عالی. جناب آقای فیضی گرامی، شما در ابتدا درباره بحث های روانشناسی اشاره کردین و همچنان پیرامون سلامت روان. خب روانشناسی یک حوزه بسیار وسیع است، اگر درباره این بحث ها بیشتر صحبت بکنیم و قرار مشخصا کدام بود روانشناسی ما در این برنامه صحبت داشته باشیم؟ دقیقا روانشناسی یک بحث بسیار بزرگه و ما شاخه های متفاوت داریم در بحث روانشناسی. بله. ولی زیادتر ما کوشش میکنیم که روی روانشناسی بالینی یا کلینیکال سایکولوژی روانشناسی بالینی که هست روی بحث اختلالات روانی صحبت بکنین. یعنی از برنامه های بعدی کوشش میکنین که هر برنامه روی یک اختلال مشخص از اختلالاتی که در بحث روانشناسی هسته یک اختلال ما مشخصا انتخاب بکنیم روز صحبت بکنیم. از اونجایی که این اختلالات ما اگر ببینیم در زندگی افرادی که در یک جامعه زندگی میکنن بخواهیم نخواهیم اختلالات روانی وجود داره، مشکلات روانی وجود داره و ما کوشش میکنیم که در قالب این برنامه ها بتونیم اختلالات روانی رو معرفی بکنیم، دقیقا راهکارها از اونا رو بگیم که ما چگونه میتونیم این اختلالات رو از بین ببریم، چگونه میتونیم اینا رو مداوا بکنیم، چگونه میتونیم که ما یعنی جلوگیری از اختلال بکنیم یا که اگه ما به اختلال گرفتار شدیم و یک مشکل روانی داشتیم یا یک اختلال روانی داشتیم ما بتونیم چگونه رو حل بکنیم. دقیقا روی بحث اختلالات روانی بحثایی هستن که نیاز هر جامعه، نیاز هر فرده و اگر کدام فرد در جامعه اختلال داشته باشه وقتی دیگه اطرافیان از او متوجه موضوعات بشن وقت اینو درک میکنن که آیا او فرد دقیقا به همون اختلال گرفتار هست یا نیست و اگر هست ما چیکار بکنیم که این فرد مداوا بشه و بالاخره از همون اختلالی که داره یا مشکل روانی که داره بیرون بشه. زیادتر بحثی که ما قراره در جریان سال آینده و در از همین برنامه هفته آینده که شروع بکنیم با شما و تا سال آینده ماه مبارک رمضان که ادامه داشته باشه، یعنی هر هفته ما یک اختلال روانی را در نظر میگیریم، روی از صحبت میکنین و تمام راهکارهایی که باید گفته بشه برای بیننده های عزیز ما اون رو از ما کار میکنیم تا باشه که این برنامه برای دیگران سودمند باشه و بتونن استفاده بکنن. بسیار عالی. گرچه شما درباره اهمیت بحث‌های روانشناسی بیان کردین در لابلای صحبت‌های خود، چقدر میتونه مهم باشه و تأثیرگذار باشه بر روی زندگی هر فرد
حالا اینکه وقت خود در امکان داره در تمام ابعاد زندگی بر روی مادیات بگذاره، آیا به همون اندازه مادیات نیازه که فرد روی بحث‌های روانشناسی تمرکز کنه، بشینه به پای این صحبت‌ها و اونها در زندگی خود تطبیق کنه یا خیر؟ ممنون، سوال خیلی خوب. ببینیم، ما دقیقا انسان از دو بُعد تشکیل میشه، که یک بُعد جسمانیه، یک بُعد روانیه. بُعد جسمانی چیزی که ما میبینیم نور، و بُعد روانی چیزی که دیده نمیشه. دقیقا این دو بُعد، جسم و روان، روی همدیگر تأثیر میگذارن. بله. یعنی وقتی که فرد از لحاظ روانی مشکل داشته باشه، وقتی فرد از بُعد روانی مشکل داشته باشه، مطمئنا این بُعد روانی روی بُعد جسمی تأثیر میگذاره و جسم انسان رو مریض میکنه و جسم انسان رو خسته میکنه. وقتی که جسم خسته شد و روان خسته شد، هر دو خسته بودن، بنابراین دیگه این فرد در زندگی کدام معنای در زندگی خود پیدا کردن نمیتونه و این به مشکلات بسیار حاد گرفتار میشه، مشکلات کلا زندگی از زیر مختل میکنه. بنابراین بحث های روانشناسی و مخصوصا بحث های اختلالات، اینا یک بحث های خیلی حیاتی هستند که هر فرد جامعه نیاز داره که این بحث ها رو بفهمه، نیاز داره که معلومات داشته باشه و برای از اینکه بتونه جلوگیری از خود بیماری ها بکنه و اگر گرفتار شده بود اونا رو بتونه حل بکنه یا اینکه اونا رو مداوا بکنه. بنابراین اگر فرد در زندگی توجه به بُعد روان نداشته باشه و توجه به اختلالات روانی نداشته باشه، دقیقاً او فرد از لحاظ جسمانی هم کم کم مریض میشه و بالاخره او فرد به مشکلات بسیار بزرگ گرفتار میشه. و این ما در نظر داشته باشیم که وقتی که یک فرد از لحاظ جسمی مریضه، فکر کنیم یک نفر سرماخوردگی شدید داره، حتی سرماخوردگی بسیار شدید میتونه تأثیر روی روان بگذاره، یا ای که برعکس، یا زمانی که ما شما یکی از مشکلات معده رو بیاییم ما در نظر بگیریم، یک فرد زمانی که مشکل معده یا سوزش معده برای از رخ میده، علت مشکل معده یکی از علت از میتونه بُعد روان باشه. وقتی که فرد تحت استرس شدید باشه، وقتی فرد تحت فشار بسیار زیاد باشه و از لحاظ روانی سلامت نداشته باشه، همی عدم سلامت روی جسم از تاثیر میگذاره و مشکل معده برای از فرد به وجود میایه. حتی اگر ما میبینیم در این اواخر شواهد و مدارک موثق ارائه میشه که یکی از دلایل حتمی سرطان خود بحث های روانیه، خود مشکلات روانیه. دقیقا مشکلات روانی میتونه یکی از عوامل سرطان زا باشه. پس ببینید که چقدر اینا اهمیت دارن. حال اگر ما توجه نکنیم به ابعاد روانی و اگر ما توجه به موضوعات روانی نکنیم و اگر توجه ما به اختلالات روانی نداشته باشیم، دقیقا همین هایی که باعث مشکلات جسمی بسیار بزرگ میشن، حتی امکان داره باعث سرطان در یک فرد بشن. پس بنابراین هر فرد باید توجه ویژه به بُعد روان داشته باشه. شاید اینجا یک سوال مطرح بشه، بعضی بگن که آیا کدام یک مهمتره، بُعد جسم یا روان؟ ما میگیم که هر دو مهمن، یعنی آنقدر که جسم ما و شما مهمه، به همون اندازه روان ما و شما مهمه. اگر محافظت از جسم همونقدر که ما میکنین، وقتی سرما میخورین، وقتی دل درد میشین، وقتی سردرد میشین، فورا میرین پیش دکتر و او را تداوی میکنین، میگیم چرا، چون ما از رنج میبریم. ولی اگر در بحث اختلالات روانی زمانی که در فرد رخ میده، اگر ما به فکر تداوی از اونها نباشیم، همین رقم که یک سرماخوردگی میتونه تبدیل به یک مریضی بزرگ بشه اگر جلوگیری نکنین و اگر دوا استفاده نکنین، در بحث اختلالات هم اگر جلوگیری نشن و ما متوجه نشیم، اینا تبدیل به مشکلات خیلی بزرگ میشن که میتونه هم بُعد جسم آسیب بزنه و هم بُعد روانه. پس همیشه ذهن بر جسم تاثیر میگذاره و جسم بر روان یا بر روح. پس چی بهتره که ما توجه به هر دو بکنین اگر میخواین که سلامت کامل داشته باشیم و یک فرد سالم باشیم، باید توجه به هر دو تا بکنین. میخاطر در تعریف سلامت عمومی هم اگر ما اشاره بکنیم، بله، سلامت عمومی میگیم که دقیقا رفاه جسمی، روانی و اجتماعی رو میگه. یعنی دقیقا وقتی که ما بیایم تعریف کنیم سلامت عمومی چیه یا سلامت روانی چیه، بله، میگیم سلامت عمومی خود سلامت روان، سلامت جسم و سلامت اجتماعی رو میگه. یعنی فرد هم از لحاظ جسمی باید سالم باشه، بله، هم از لحاظ روانی باید سالم باشه و هم از لحاظ اجتماعی، یعنی رفتار از با افراد جامعه باید کاملا هنجار باشه، مناسب باشه، طبق شرایط جامعه باشه.
و زمانی که یک فرد به این حالت بود میگیم این سالمه و اگر هر کدام از این ثبات روان، جسم و اجتماعی از این مشکل داشت بنابراین او فرد سالم گفته نمیشه و او فرد میتونه ما بگیم فرد مریض. بله جناب آقای فیضی گرامی، ما برنامه های متعدد و زنجیره‌ای با شما داشتیم روی موضوعات بسیار مختلف و اکثر مهارت ها و توصیه ها و راهکارهایی داشتیم. بازخورد این برنامه ها از نظر شما و اشخاصی که با ما سر و کار داشتین و این برنامه ها رو مشاهده میکردن چگونه بود؟ چقدر اثر بخش و مهم و مفید و نتیجه خوبی داشت؟ دقیقا نه تنها بحث های ما و شما، بلکه هر بحث روانی، هر بحثی که روی مسائل روانشناسی میشه و روی موضوعاتی که ربط به روان میگیره میشه، امروز در دنیا طرفدارهای خاص خود پیدا کرده. یعنی حتی افرادی که اونا در دورترین نقاط یک شهر زندگی میکنن و افرادی هستن که تقریبا از محیط شهرها خیلی دورن و در جاهای بسیار دوردست زندگی میکنن، حتی او افراد اونا فهمیدن اهمیت روانه، به خاطر که از بس که روی بحث‌های روانی صحبت شده و وقتی مردم اهمیت زیر فهمیدن. ولی اگه ما بیاییم یک اشاره بکنیم که چقدر بوده، ما دیدین استقبال بیشمار افرادی که بیننده برنامه بودن و ای که همیشه میدیدیم سوالات زیاد پیرامون موضوعات میشه وقتی یک موضوع رو ما مطرح میکنین، بعدا دوستا سوالای زیاد درباره این موضوع میکنن و خیلی علاقه مند میشن و بیشترتر حتی وقت برنامه ها رو پرسان میکنن، کوشش میکنن که بفهمن باز پخش برنامه ها چی وقته، چون اگر ما وقت نداشته باشیم در این زمان ببینیم کدام زمان دیگه میتونیم ببینیم. وقتی که چنین بحث ها چنین سوالات میشه، دقیقا این سوالات همین اهمیت همین موضوعات رو نشان میده که افرادی که در جامعه هستن دقیقا فعلا متوجه شدن که این بحث ها چقدر اهمیت داره و هر کدام باید این بحث ها رو بفهمیم برای که زندگی بهتر داشته باشیم. دقیقا نتیجه که این بحث ها داشته تا فعلا خیلی مطلوب بوده، خیلی مثبت بوده و نتایج بسیار خوب داشته، استقبال از طرف مردم خیلی زیاد شده و علاقه من در این بحث ها بسیار زیاده. اگر ما و شما یک سر به کانال های یوتیوبی بزنین یا ای که در خود برنامه های گوگل بزنین، وقت ما میبینین که بیشترین بیننده ها رو دقیقا همین بحث های روانشناسی داره. بله. افراد وقتی که سرچ میکنن برنامه ها رو میبینن، بعد از برنامه های تفریحی که افراد میبینن بیشترین برنامه رو افرادی میبینن که او افراد نیازمند فهمیدن موضوعات روانی هستن و مشکلات روانی هستن. پس برنامه های روانشناسی تاثیر خیلی مهمی روی افراد جامعه داره و افراد جامعه خیلی علاقه‌مند برای فهمیدن اینا هستن. بسیار عالی. جناب آقای فیضی گرامی، آیا مخاطب بحث‌های روانشناسی کدام قشر خاصی از جامعه هست؟ یعنی تنها خانواده‌هایند، تنها مردانند، تنها جوانانند یا خیر اگر بیشتر صحبت شما رو داشته باشیم و کدام افراد باید بیشتر تمرکز بکنن روی این موضوعات؟ دقیقا یکی از ویژگی های منحصر به فرد بحث های روانشناسی همیه که مخاطب خاص نداره. بله. ما قرار نیه که بگن حتما باید جوان ها گوش بکنن، حتما پدرها گوش بکنن، حتما اطفال گوش بکنن، بلکه تمام افراد جامعه نیازمند هستن که این بحث ها رو گوش بکنن، بفهمن، در زندگی تطبیق بکنن. حالا اگه ما ببینیم بعض موضوعات امکان داره بیشتر اشاره به والدین بکنه یا بعض موضوعات بیشتر با اشاره به اطفال بکنه یا اشاره به نوجوانا بکنه، ولی به صورت قطعی گفته نمیتونه که حتما بعد مخاطب از پدر و مادر باشه یا حتما جوانها باشن، بلکه چون بحث‌های خیلی جذاب هستن و بیننده های دوست دارن که اینا رو معلومات بگیرن، ولی که خود اونها این مشکل داشته باشن یا نداشته باشن یا ولی که اونها مسئول باشن و نباشن، خوش دارن که این موضوعات رو بفهمن و اگر از کدام زمانی اینا به این موضوعات دچار باشن بتونن او رو حل بکنن. بنابراین بحث های موضوعات روانشناسی مخاطب خاص نداره، تمام افراد جامعه میتونن که مخاطب از این برنامه ها باشن و به ویژه ما با تاکید بیشتر روی پدر مادرها داریم، چون پدر مادرها در تربیه اولاد سهم بارز دارن و اینا نقش مهمی در تربیه اولاد دارن. بنابراین ما برای پدر مادرها بیشتر تاکید میکنیم که 100% بعد این برنامه ها رو ببینن و باید این برنامه ها رو گوش بکنن و ببینن اگر موضوعاتی که گفته میشه در زندگی اطفال خود چنین تغییراتی رو میبینن، اونا باید فوراً به فکر اقدام بکنن برای حل از اون مشکل.
شاید بعضی وقتا نوجوان‌ها یا یک اطفال متوجه نشن که اونا یک اختلال دارن یا یک مشکل روانی دارن یا یک رفتار اونا تغییر کرده. بنابر این پدر مادر این برنامه‌ها رو که گوش بکنن، رفتار در فرزند خود می‌بینن که بله این رفتار در فرزند تغییر کرده، بنابر این بعد اینا چیکار بکنن؟ به فکر ازی باشن که ایره مداوا بکنن، به فکر ازی باشن که ایره تداوی بکنن. پس مخاطب برنامه‌های روانشناسی میتونن همه باشن، مخصوصاً والدین. بسیار عالی. جناب فیضی صاحب گرامی، و اما در کنار این همه خوبی‌های بحث‌های روانشناسی، این همه ویژگی‌ها و فوایدی که میتونه داشته باشه، اما یکی از چالش‌هایی که در جامعه ما متأسفانه هنوز جا نیافتاده، فرهنگ مراجعه به روانشناس، گویایی که اگر فردی به روانشناسی مراجعه بکنه و یک فردی که مشوره میده، این فرد در دیوانه خطاب کنند در جامعه و یا هم دارای مشکلات روانی. فکر میکنیم چقدر توانسته که مانع مراجعه برای روانشناسان بشه این موضوع؟ دقیقا یکی از موضوعات خیلی مهم، یکی از مشکلات اساسی سر راه تمام روانشناس ها و افرادی که مشکلات روانی دارن یا اختلالات روانی دارن همین موضوع هسته. دقیقا در جامعه که ما و شما زندگی میکنین و در دیگه جامعه ما حتی این موضوع هست، در جامعه پیشرفته، در کشورهای پیشرفته این موضوع هست. خب به مراتب کمتر از مشکلاتی که، یا به مراتب کمتر از افغانستان و کشورهای مثل افغانستان، کشورهای تقریبا در حال توسعه که نمیتونیم بگین، ولی چون کشور خود دوست داره میگیم در حال توسعه. خب به هر حال این مشکلات در زندگی بسیار زیاده. افراد وقتی که با مشکلات روانی دچار میشن، وقتی که اختلالات روانی دارن، اونا از گفتن ای که ما مشکل روانی دارم یا از گفتن ای که من اختلال روانی دارم یا ای که ما باید برم به دکتر شرم میکنن یا ای که میترسن، چون ترس از اینا از برچسب زدنه. ما یک موضوع داریم به نام استیگما در روانشناسی که دقیقا استیگما یکی از جمله بزرگترین موانع در سر راه بیمارهای روانیه و بیماران روانی دقیقا از این مشکل خیلی رنج میبرن، به خاطر اینکه اونا دقیقا متوجه هستن که من بیمارم، من مشکل دارم، ولی میترسن از این که اگر من برم پیش روانشناس یا اینکه من مراجعه بکنم به دکتر، امکان داره که دیگران فکر کنن من دیوانه ام در حالی که من دیوانه نیوم، یا ای که دیگران فکر کنن که من مشکل روانی دارم، یا ای که من وقت داخل کوچه بازار میرم داخل خانواده من روانی صدا بکنن. و همی شرمی که اینا دارن و همی ترس از برچسب زدنی که اینا دارن مانعی از این میشه که اینا بتونن دقیقا مشکل روانی خود مطرح بکنن، در حالی که مشکلات روانی دقیقا مانند مشکلات جسمی هم. ما در ابتدای برنامه ذکر کردیم، گفتیم ما دو بود جسمی و روانی داریم. همین دقیقا که بیماری های جسمی خیلی اهمیت دارن و اهمیت ویژه‌ای در زندگی ما دارن، بیماری های روانی هم در زندگی ما اهمیت ویژه‌ای دارن. یعنی اگر ما متوجه بیماری های جسمی نشن بدتر میشن و امکان داره که مشکلات خیلی بزرگتر در زندگی دچار بشیم ما. اما قسم اگر ما متوجه بیماری های روانی نشیم، باز هم ما رو متاثر میکنه و مشکلات بیشتر در زندگی به وجود میاره. این مسئله رو ما باید متوجه باشیم. زمانی که ما سردرد هستیم با افتخار میگیم نفر کجا میری؟ چیکار میرم به خونه سرخ بود زانم سردردم. یا اینکه دل درد باشه میگیم من دل دردم، کسی چند دقیقه من استراحت کنم. یا اینکه یه هر بیماری جسمی که داشته باشیم با افتخار میگیم که من می بیماری رو دارم میخوایم برم دکتر. اما وقتی که بیماری های روانی داریم یا مشکلات روانی داریم خجالت میکشیم، شرم از همه پنهان میکنیم. این یک مشکل خیلی بزرگه. در حالی که دقیقاً ما اگر بیایم یک نکته را اشاره بکنیم، وقتی شما سردردیم خود شما درد میکشیم. بله، یعنی درد از شماه و خود شما درد میکشیم. اما اول زمانی که شما یک بیماری روانی داشته باشیم، نه تنها خود شما درد میکشیم بلکه تمام افرادی که در اطراف شما هستن درد میکشن. دقیقاً به خاطر از اینکه وقتی کسی یک مشکل روانی داره، او دیگه حالت نرمال ذهنی نداره، او دیگه کنترل روی رفتار خود نداره، دیگه او یک فرد نرمال گفته نمیشه، دیگه او همیشه امکان داره پرخاشگر بشه، امکان داره که او زود عصبانی بشه، فرزند رو لتکوب بکنه، خانم رو لتکوب بکنه، همسایه رو زشت بگه، در بیرون پرخاشگری بکنه. و این یکی از مشکلات میبینیم که هم خود از بعضابه از این بیماری و هم افرادی که در اطراف زندگی میکنن. و اگر بازم یک اشاره بکنن، کسایی که بیماری های روانی دارن نه تنها خودن رنج میبرن بلکه دیگه افراد هم رنج از این مثلا میبرن.
فکر کنه فرزند یک افسردگی، بیماری افسردگی، زمانی که یکی از اعضای خانواده بیماری افسردگی داشته باشه، مشکل افسردگی داشته باشه، بنابراین کل اعضای خانواده تشویش میکنن، کل اعضای خانواده در عذابند که چرا این طفل ما یا چرا پدر ما یا چرا مادر ما یا چرا خواهر ما چرا این همیشه میره داخل یک اتاق در رو خوب استفاده میکنه، نه نان میخوره نه او میخوره، چرا خونه میشه، چرا این تو حالت داره، چرا زندگی از نامنظمه. بنابراین وقتی این مشکلات روانی به فرد دچار میشه، تمام اعضای فامیل رنج میبرن. پس چی بهتره که اعضای فامیل و اعضای یک اجتماع، اعضای یک جامعه باید ایره درک بکنن که مشکلات روانی مثل مشکلات جسمیه. بله. همین گونه که ما میریم به دکتر یا تابلت میگیریم که سردردی ما خوب بشه، همون گونه ما باید به دکتر مراجعه بکنیم، به یک روانشناس متخصص مراجعه بکنیم تا ای که همون مشکل روانی خود حل بکنیم که هم خودمو در امان باشیم و هم دیگرا در امان باشم. و انشالله کم کم جامعه ما هی در حال تغییر کردن، اما میبینیم که در دیدگاه های مردم خیلی تغییرات آمده. در گذشته ها خیلی سخت بود کسی بگه من مشکل افسردگی دارم یا مشکل دیگه دارم، حالا فعلا میبینیم میآیند مراجعه میکنن، افراد زیادی هستن که در مشاوره میآیند، در مطب میآیند، میگن که ما چنین مشکلاتی داریم، پرخاشگریم، ما افسرده ایم، ما حالت نرمال زندگی ما که به هم ریخته. و ما خوشحال میشیم وقتی میبینیم که افراد خود را میان اعتراف میکنن که ما مشکلات گرفتار شدیم. بله. و وقتی که اونا میان میگن ما مشکلات گرفتار شدیم، ما بهترتر و بیشتر میتونیم اونا رو کمک بکنیم و در مدت کوتاه اونا میتونن صحت یاب و کامل بشن. و همون مثل قدیمی را ما باز تکرار میکنیم که به انگلیسی میگن I stitch in time save nine، یعنی یک پینه به موقع میتونه از یک پارگی بزرگ جلوگیری کنه. و کسایی که مشکلات روانی دارن اگه در همه ابتدا به فکر بشن و بیاین به فکر علاج ازی باشن و ای از مریضی های کلان جلوگیری میکنه. و اگه در حقیقت به فکر نشن، امکان داره یک بیماری مانند ببخشید یک مشکل مانند استرس تبدیل به یک مشکل بسیار کلان روانی بشه که بعدها جبران ناپذیر باشه. یک جان سپاس و خیلی خوشحال شدم از اینکه در برنامه با شما همکلام شدیم. اگر کدام حرف و صحبت باقی نمانده باشه که از حضور شما مرخص میشم. ممنون. فقط ما از هفته آینده برنامه ها شروع میشه و قرار که روی اختلالات صحبت بکنین. امیدوارم که همگی آماده باشین برای یک برنامه های بسیار جالب، برنامه های بسیار جذاب. و همچنان در هفته آینده قرار که روی مشخص روی خود اختلالات روانی صحبت بکنیم که چی هستن و اینا چی نواقصی در زندگی به وجود میارن، چی نقصهایی در زندگی دارن و اگر ما اینا رو به موقع تداعی بکنیم میتونن چی تغییرات در زندگی باشه. سپاسگزاریم از شما جناب آقای عبدالله فیضی، ماستر روانشناسی بالینی، از این که در برنامه امروز عصر ریوا با ما همراه بودید. تشکر ممنون. و تشکر از این که بیننده برنامه عصر ریوا هستین و این بخش رو تماشا کردین. در حال حاضر یک وقفه داریم و بعد از وقفه با جناب استاد بخش خطاطی شما مشاهده خواهید کرد. بیننده باشین، همچنان برنامه عصر ریوا ادامه دارد.